همزمان با فشار تحریم‌های آمریکا بر صادرات نفت خام ایران و پیش‌بینی رشد کندتر تولید نفت خام آمریکا در سال 2019 میلادی، قیمت نفت در بازار افزایش یافت و موجب نگرانی در مورد عرضه نفت شده است. پاتریک کلاسون، اقتصاددان و کارشناس امور خاورمیانه، میگوید دولت پرزیدنت ترامپ توفیق زیادی در زمینه محدود کردن صادرات نفت ایران داشته است. شهلا آراسته گزارشی دارد از چشمانداز بازار نفت جهان بعد از آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا بر ایران که از 13 آبان ماه آغاز می‌شود. از بهار گذشته که دولت پرزیدنت ترامپ اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد، معامله‌گران نفتی خود را آماده زیان و ضرر کمبود عرضه بر اثر کاهش صادرات نفت از ایران، به ویژه با نزدیک شدن تاریخ اعمال تحریم‌های نفتی 4 نوامبر بر ایران کردند. پاتریک کلاسون، کارشناس مؤسسه واشنگتن در مورد تأثیر تحریم‌های آتی بر ایران، به صدای آمریکا چنین می‌گوید: دولت ترامپ همکنون موفقیت چشمگیری در متقاعد کردن شرکت‌های نفتی در قطع و کاهش خرید نفت ایران داشته است و به نظر می‌رسد ایران با مشکلات بسیاری برای فروش نفت خود روبرو خواهد بود. آقای کلاسون می‌گوید انتظار بازار بر این است که کاهش فاحشی در صادرات نفت ایران به وجود آید. ولی این تنها یک عامل در تأثیر در بازار نفت جهان است و مشکلات دیگری هم در ارتباط با ونزوئلا هست و این سوال در مورد عربستان سعودی و روسیه هم وجود دارد که آنها با تولید و صادرات نفت خود چه خواهند کرد. پس از انتشار گزارش این هفته مؤسسه نفت آمریکا مبنی بر اینکه ذخایر نفت خام این کشور به میزان 8,600,000 بشکه کاهش یافته، قیمت نفت در معاملات اندکی افزایش یافت. پاتریک کلاسون معتقد است آمریکا برای کنترل کاهش تولید نفت و حفظ روند رشد اقتصادی گزینه‌هایی مانند فروش ذخایر گسترده استراتژیکی نفتی خود در اختیار دارد و می‌تواند با کشورهای دیگر نیز در این زمینه همکاری کند. دولت‌های آمریکا و روسیه و عربستان سعودی خواهان ثبات در بازار نفت جهانند و شاهد نوسان بزرگی از این لحاظ نخواهیم بود و این زمینه ای است که آنها می‌توانند با هم کار کنند و خواهان ماندن نسبی قیمت بالای نفت در حد کنونی هستند. واشنگتن از متحدانش خواسته واردات نفت از ایران را کاهش دهند و چندین خریدار آسیایی از جمله کره جنوبی، ژاپن و هند به نظر می‌رسد به این خواسته عمل می‌کنند. Well, the Chinese government has not wanted to cooperate with the U.S. sanctions on Iran. دولت چین نمی‌خواهد در مورد تحریم‌های آمریکا بر ایران همکاری کند. ولی آنچه ما شاهد آن بوده‌ایم آن است که شرکت‌های متعلق به دولت چین خرید نفت از ایران را کاهش دادند و این نمونه خوبی از این است که چگونه شرکت‌ها بازیگران عمده در تصمیم‌گیری هستند و چگونه دولت ترامپ در ایجاد چنین شرایطی موفق بوده است. همزمان که بازارهای آسیایی اکنون به دنبال خرید نفت از تامین کنندگان جایگزین نفت ایران هستند، واردات نفت خام کره جنوبی و ژاپن از آمریکا در ماه سپتامبر به رکورد بالای تازه‌ای رسید. در همین حال، ریک پری، وزیر انرژی آمریکا، دوشنبه این هفته پس از دیدار با وزیر انرژی عربستان سعودی در واشنگتن، قرار است روز پنجشنبه نیز با وزیر انرژی روسیه در زمینه همکاری‌های انرژی ملاقات کند. شهلا رسته، صدای آمریکا.